سال 98 بود فکر میکنم، شهریور 98، محسن حاجی میرزایی وزیر پیشین آموزش و پرورش در حاشیه جلسه هیئت وزیران بود اگر اشتباه نکنم، در مورد حق تحصیل اقلیت‌های مذهبی گفت اگر دانش آموزان اظهار کنند که پیرو و ادیان دیگری به جز ادیان رسمی کشور هستند و این اقدام اونها به نوعی تبلیغ محسوب بشه، تحصیل اونها در مدارس ممنوعه. یعنی شما تصور بکنید، یعنی اینجا در واقع همه رو با یک چوب روندن، یعنی حتی دیگه تفاوتی هم فکر میکنم قائل نشدن بین ادیان مختلف، همه رو با یک چوب عملا روندن و این نشون دهنده این هست که این تبعیض‌ها سیستماتیک و ساختاریه. فراتر از اون حتی به مهد کودک ها هم این تبعیض اعمال شده، تبعیض آموزشی در مهد کودک ها هم توسعه یافته. در سال 98 مدیر کل روابط عمومی سازمان بهزیستی ایران گفته بود که به کارگیری اقلیت‌های دینی برای آموزش مستقیم محتوای آموزشی مصوب کودکان مجاز نیست. یعنی که تصور بکنید یه نفر که مسیحی زرتشتی یا یعنی هر دین دیگه‌ای رو غیر از دین رسمی کشور رو داره، اصلا اجازه نداره حتی درس‌های مصوب و درس‌هایی که اصلا هیچ ربطی به دین نداره رو به خورد سالان بخواد تدریس بکنه. نمونه دیگه بگم خدمتون در مورد سیستماتیک بودن این مسئله، من اشاره کردم که آقای یوسف ندرخانی که الان برای بار دوم در زندان هستند، بار اول به ارتداد محکوم شدن و اعدام محکوم شدن و خوشبختانه از ارتداد نجات پیدا کردن و دوباره الان محکومیت 6 ساله خودشون رو میگذرونن، خب فرزندانشون دچار مشکلات بسیار زیادی شدن. ولی یک نکته هم بگم خدمتون، با تلاش‌های فراوانی که شد آقای خامنه‌ای یک فتوا در این زمینه داد که امیدوار بودن در واقع فعالان حقوق بشر که در این زمینه کار میکنن که این مسئله بتونه راهگشا باشه، ولی نشد. در این فتوا اومده بود که ممکنه که خود شخص تغییر دین داده مرتد محسوب بشه، اما اگر اونها پس از ارتداد طبق اصول جدید دینی خودشون ازدواج کنن، فرزندان اونها مرتد محسوب نمیشن. ما میبینیم که حتی نفر اول حکومت خود آقای خامنه‌ای همچین فتوایی میده، ولی در عمل همچین فتوایی اعمال نمیشه. یوسف ندرخانی و همسرشون بسیار پیگیری کردن و حتی در نهایت رأی به این داده شد که فرزندان اونها معاف بشن از دروس دینی و قرآن و به عنوان مسیحی شناخته بشن، ولی باز به نظر میاد که وزارت اطلاعات با فشار آوردن بر مسئولین آموزش پرورش از این تصمیم به نفع خانواده ندرخانی جلوگیری کرده. همه اینها در تایید فرمایشات دوستان هست که بله، تمام این تبعیض‌ها به نظر من هم ساختاریه و می‌بینیم که بر اساس این تبعیض‌ها کودکان و نوجوانانی مثل دانیال و یوئل ندرخانی، عزیزان بهایی و بسیاری از افراد دیگه در عمل از حق انتخاب دین خودشون محرومن و مجبورن بدون حق اعتراض یا دفاع و در سکوت به یک روایت تحمیلی از یک دین به عنوان درس و تکلیف گوش بدن و حالا امتحان هم باید بدن دیگه در این زمینه. یک بار دیگه بگم که ما موضوع تبعیض کودکان رو بررسی میکنیم در مدارس ایران، چون ما یک تبعیض دیگر تبعیض